امروز بعد از مدت ها زود دارم میام خونه. الان ساعت الان هوا تاریک شده. ساعت 5 رو به کلاس 4 ها که تموم شد دیگه مثلا نداشتم برم بمونم تو دانشگاه. گفتم زود بیام خونه. روز از اون روز است که نه از خودم خوشم میاد، نه از آدم های اطراف خوشم میاد، نه از قیافم خوشم میاد، نه از استایلم خوشم میاد. اومدم یه دونه اسموتی تست کنم که هیچ وقت جرات تستش رو نداشتم. اینو خوردم خیلی بدمزه بود، اینو خوردم خوب بود، این خیلی خوب بود. این بچه های خیلی قدیم تر توی اینستا میدونن که من قبلا عادت داشتم با ویدیوهای استادی ویت می درس میخوندم. بعد خیلی به من کمک میکرد، یعنی دقیقا اندازه همون 50 دقیقه من همیشه درس میخوندم. جدیدن این کار نمی کنم، نمیدونم چرا، ولی خودم هم قبلا فقط ویدیوهای استادی ویت میذاشتم. حالا بریم پایین تر توی کانال ویدیوهای این مدلمو میبینیم. اگر دوست داشته باشیم بعدم نمیاد دوباره برام ویدیوهای استادی ویتمی رو بذارم. هر از چنگاهی بعضی از بچه‌ها مثلا میان بهم میگن توی اینستا که دوباره بذار، ولی حس میکنم مخاطباش الان دیگه کمتر شده، ولی خیلی دوست دارم خودم بذارم. اگه دوست دارید یا نگاه میکنید یا اگه براتون جالبه، حالا انجام ندید ولی براتون جالبه، حتما این روشو بهتون پیشنهاد میکنم. من که اگه دوست داشتین بریم ویدیوی قبلی رو ببینین و شاید دوباره بذارم. اومدم یه ذره آخر ویدیو باهاتون حرف بزنم که چرا این مدت نبودم. یعنی از آخرین باری که ویدیو گذاشتم فکر کنم 3 هفته میگذره و من نتونستم روز آخر اون یک هفته چالش رو
پست کنم، ویدیوشو گرفتم ولی نتونستم پست کنم، یعنی نتونستم ادیت کنم. حالا چرا نتونستم؟ به خاطر اینکه من از روز آخر تقریبا افتادم تو یک چاله عمیق، از این چاله تاریکای که میکشونتت پایین ولی که حوصله هیچ کاری رو نداری. هممون هم تجربهش کردیم، یعنی یک چیز طبیعیه که مثلا هر چند وقت یک بار برای هر آدم این اتفاق میفته، برای به دلایل مختلف و هممون تجربهش میکنیم. کاری که من توی مدت میکنم، یعنی این مسئله، این موضوعیه که خیلی آدم توی سوشال میدیا در موردش حرف میزنن، چیز تکراریه، چیزی که حتما شنیدین در موردش، حتما در مورد شنیدین، پس خیلی چیز عجیبی نیست. ولی خب برای من هم اتفاق میفته و من کاری که میکنم اینه که چیزی که باید براش یه فشار، یعنی یک انرژی مضاعفی رو بذارم رو اون تایم استوپش میکنم، نه اینکه بخوام زندگیمو استوپ کنم، چون اینجوری نیستش که زندگی وایسه تو حالت خوب شه بعد تر وقت که حالت خوب شد حالا پاس کنی و به زندگی ادامه بدی، اینجوری نیست قطعا. و توی مدت دانشگاه میری، سر کار میری، حالا اگه مثلا دوستی داری با دوستات وقت میذاری، اگه نداری که هیچی، و حالا مثلا به کارهای متفرقه این زندگیت رو میکنی، ولی اون انرژی که هر روز مثلا همیشه داری رو برای کارهای مختلف میذاری رو اونو استوب میکنی تا یه ذره حالت بهتر بشه. و حالا اون انرژی مضاعف برای من ادیت کردن بود، چون یک تایم کوتاهی من خیلی فعال شده بودم تو یوتیوب، ولی حالا اونو یه ذره استوب کردم برای خودم، چون دیگه افتاده بودم تو اون چالهه و احساس خوبی نداشتم نه به خودم، چون توی همین تو همین ویدیو گفتم، یعنی تو اون روز آخر گفته بودم که نه از خودم خوشم میاد، نه از اطرافیانم خوشم میاد، نه حوصله کسی رو دارم، نه از استایلم خوشم میاد، از هیچی. کلن رومود بدی بودم. و اینکه فکرم هم منفی شده بود، یعنی اینجور بودم که خب بذارم که چی بشه، مثلا تو اینستا پست کنم که چی بشه. من الان اینستام یک ساله که رنگ مثلا پیشرفت و بالا رفتن و اینا رو ندیده به خودش. به نظر من بهتره که توی این دوران به خودت استراحت بدی و بذاری دورش رو بگذرونه تا حالت خوب شه، نمیخواد علکی به خودت فشار بیاری تا اینکه من حتما باید نمیدونم چالشم رو تا آخر انجام بدم، نمیدونم حتما با فلان. تنها کار مثبتی که برای خودم توی این 3 هفته یا 4 هفته کردم این بود که یوگامو بل نکردم و 17 روزه فکر می‌کنم 16 روزه فکر می‌کنم که 16 روز شد که رفتم یوگا. و آره دیگه همین بود. الان بهترم، سعی می‌کنم که یعنی این ویدیو رو بعد از اینکه این دکمه رو زدم میرم ویدیو رو ادیت می‌کنم و همین امشب پستش می‌کنم. خلاصه که مرسی که همیشه هستین، چون بچه‌ای که توی یوتیوبن رو جای خاصی تو قلب من دارم، بخاطر اینکه اینستا خیلی وقته دیگه اون مثل سابق نیست، کسی نگاه نمی کنه، کسی لایک نمی کنه، کسی کامنت نمی کنه، کسی شیر نمی کنه، و من هر روز دارم فالوور، یعنی هر روز اون عدده داره میاد پایین تر. از یک تا یک تایم برام مهم بود، ولی از یک تایم بعد دیگه برام مهم نیست. و آدمایی که توی یوتیوبن برام خیلی با ارزش، نه که با ارزش ترن، ولی خب احساس مثل دوستیم دیگه، واسه همین واقعا ممنونم که همیشه نگاه میکنید، ممنونم که کامنت میکنید، ممنونم که لایک میکنید و هی میگید که چرا ویدیو بعدی رو نمیذاری و اینا. همین دیگه، مرسی که بودید، هستید همیشه و امیدوارم که خواهید بود تا ویدیو بعدی. رنگم با لباس رنگ لباسم با آسمون یکی شده. سلام.